سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم در ادامه مبحث فصل سوم هندسه، درس دوم قضیه کوسینوس ها رو با هم بررسی کنیم. قضیه سینوس ها رو جلسه پیش با هم دیگه بررسی کردیم، بریم سراغ قضیه کوسینوس ها. باز هم اینجا بچه سه تا حالت در نظر میگیریم براش، منتها اینجا متفاوته. یعنی ممکنه که توی سوال از شما بخواین که زمانی که زاویه حاده اثبات رو انجام بدی یا زمانی که زاویه منفرجه هست این اثبات رو انجام بدی. تو حالتی که زاویه آ از 90 درجه کوچیک‌تر باشه، حالت اول، ببینیم که قضیه کوسینوس ها به چه صورتی میتونه اثبات بشه. خوب دقت کنید بچه ها، یه راهکار بهتون میدم برای اینکه بدونید اصلا قراره به چی برسیم. اولا قضیه کوسینوس ها هر سه تا ضلع مثلث رو درگیر میکنه. یعنی تو رابطه‌ای که شما می‌نویسید هر سه تا ضلع مثلث درگیر میشه. نکته دوم، اگر زاویه آ رو به عنوان مبنا قرار بدید، باید ضلع آ شروع کننده مسئله باشه. یعنی فرمول با آ به توان دو شروع میشه. اگر زاویه B رو به عنوان مبنا بگیرید، باید ضلع B شروع کننده باشه و اگر زاویه C رو بگیرید، باید ضلع C این کار انجام بده. ما برای یکی از اضلاع این کار انجام میدیم، تعمیمش میدیم. میگیم وقتی برای زاویه و رأس و ضلع آ این رابطه درست باشه، برای اضلاع دیگه هم کاملا درسته. خب دقت کن اینجا رو. میام زاویه آ رو به عنوان مبنا میگیرم. پس چیکار میکنم؟ ارتفاع بی اچ رو رسم میکنم. حالا چیکار میکنیم؟ میخوام از زاویه آ شروع کنیم. یک ارتباطی بین اضلاع دیگه و ضلع سوم به دست بیاریم تا در نهایت بتونیم به رابطه برسیم که توش هم کوسینوس آ وجود داشته باشه، هم سه تا ضلع وجود داشته باشه. اولین رابطه دقت کنید، خود کوسینوس آ برابر چی میشه؟ تو مثلث آ بی اچ، اولین مثلث قائم الزاویه که میبینیم، کوسینوس آ رو حتوش به دست میاریم. مقدار کوسینوس آ میشه ضلع مجاور به وتر. پس میشه آ اچ بر روی سی، که از اینجا مقدار آ اچ میشه سی در کوسینوس آ. من برای اینکه بتونم ضلع B رو درگیر بکنم توی این مسئله، میام HC رو پیدا میکنم. میگم HC برابر با B منهای AH. پس نگاه کنید، AH به علاوه HC میشه B. از اینجا HC به دست میاد چی؟ B منهای AH. جای AH چی میذارم؟ میذارم C کوسینوس A. یعنی الان اومدم این تیکه AH و تیکه HC رو بر حسب B و در واقع C به دست آوردم. الان رابطه‌ای که من دارم توش C وجود داره، کوسینوس A وجود داره، B و C هم دوباره وجود داره. بسیار خوب. در ادامه میام چیکار میکنم؟ بچه دقت کنید، میخوام A رو درگیر کنم. الان A کجا قرار داره؟ A تو مثلث قائم الزاویه BHC قرار داره. اگه من بخوام A رو درگیر کنم، باید BH رو داشته باشم دیگه. اگه BH رو داشته باشم، چون HC رم دارم، A میتونه با قضیه فیثاغورس درگیر بشه. پس چیکار میکنم؟ میام BH رو به دست میارم. حالا تو مثلث ABH من کوسینوس آ رو قبلا حساب کرده بودم، میام سینوس آ رو حساب میکنم. چرا؟ برای اینکه بتونم BH رو به دست بیارم. پس تو مثلث BH آ میام سینوس آ رو به دست میارم، سینوس آ میشه BH بر روی C، که از اینجا BH میشه چی؟ میشه C در سینوس آ. حالا خوب دقت کن، BH رو دارم، C در سینوس آ، HC رم دارم، B منهای C کوسینوس A. میام A رو پیدا کنم، میگم تو مثلث BHC. قضیه فیثاغورس رو براش مینویسم. فیثاغورس چی میگه؟ میگه وتر به توان دو، یعنی B3 به توان دو، نگاه کنید، مساویه با BH به توان دو به علاوه HC به توان دو. میام به جای BC و BH و HC مقادیری که پیدا کردم رو قرار میدم. خیلی ساده، BC میشه A2، به جای BH میذارم C سینوس A به توان 2، به جای HC هم میذارم B منهای C کوسینوس A به توان 2. اتحادشو باز میکنم، محاسباتشو انجام میدم، به ترتیب میایم جلو و در نهایت میرسیم به رابطه ای که اینجا خدمتون نوشتیم. رابطه چی میگه؟ میگه هر ضلع به توان 2 برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگه منهای دو برابر ضرب اون دو ضلع در کوسینوس زاویه بینشون، یعنی کوسینوس زاویه که روبرو به آ هستش.
اگه بخوام اینو تأمین بدم چیکار میکنم؟ میام مینویسم میگم این دفعه بی دو برابر با چی میشه؟ خلاصش میشه بی دو برابر با آ دو علاوه سی دو منهای دوتا آب کوسینوس بی. به همین ترتیب سه تا رابطه برای روابط کوسینوس ها میتونم داشته باشم. بچه ها دقت بکنید، محاسبات اینجاش کاری نداره، اتحادو باز میکنید، حساب کتاب میکنید، خیلی ساده از یه سی دو که فاکتور بگیرید اینجا، چون سینوس آد و کوسینوس آد میشه یک، پس از بمیره فقط کوسینوس آ میمونه. به این دلیل بهش میگن فرمول کوسینوس ها. خب بریم حالت بعدی، حالتی که آ بزرگتر از 90 درجه باشه. زمانی که آ بزرگتر از 90 درجه باشه شکل به این صورت میشه. بچه باز همون حالته، نگاه کنید، من الان زاویه آ رو میخوام پیدا کنم، این زاویه آ مبناست دیگه، پس باید آ دو درگیر بشه، منطقه چون زاویه منفرج است ارتفاع شما میفته پشت مثلث، پس زاویه آ یک باید درگیر بشه با این، منطقه حواسمون باشه بچه زاویه آ یک مکمل زاویه آ هست، یعنی آ یک اگه بخوای سینوسش رو حساب بکنی با آ برابره، اما کوسینوسش یک منها درست میکنه. بریم اثبات رو انجام بدیم. سینوس آ1 رو حساب میکنم. چرا سینوس آ1 رو حساب میکنم؟ چون قرار BH رو بیام درگیر کنم تو مسئله. پس سینوس آ1 رو بخوام حساب بکنم میشه سینوس 180 منهای آ، میشه خود سینوس آ. نتیجه تو مثلث ABH کوسینوس آ1 چی میشه؟ خوب دقت کن. کوسینوس آ1 میشه ضلع مجاور یعنی HA بر روی وتر یعنی C یا همون AB. خب کوسینوس آ1 بچه زاویه در واقع بازه، به خاطر اینکه در واقع مکمل زاویه آه. تو کوسینوس ها میدونیم اگر دو زاویه مکمل هم باشند این دو زاویه علامتشون با هم فرق میکنه. اگه آلفا و بتا مکمل هم دیگه باشن کوسینوس آلفا برابر میشه با منفی کوسینوس بتا. نتیجه چیه؟ اگه شما بخوای کوسینوس آ1 رو بنویسی معادلش باید بنویسی منفی کوسینوس آ. پس مقدار آ-H به دست میاد سی در منفی کوسینوس آ. به این صورت این شد رابطه اول. آ-H رو پیدا کردم، مقدار آ-H درگیر شد. دوباره چیکار میکنم؟ برای اینکه ضلع CH رو درگیر بکنم مجبورم B رو بیام با آ-H چیکار کنم؟ جمع بکنم. پس C به دست میاد، در واقع HC رو نگاه کنید، این HC به دست میاد، HA به علاوه B اینجا نوشتیم براتون. همینطور سینوس آ رو حساب میکنم. چرا؟ چون میخوام این دفعه بی اچ هم حساب بکنم. سینوس آ میشه بی اچ بر روی سی که از اینجا بی اچ به دست میاد سی سینوس آ. اینم بی اچ شو. پس الان بی اچ رو دارم، اچ سی رو دارم، میام فیثاغورس مینویسم تا آ به دست بیاد. فیثاغورس براش مینویسم به چه صورت؟ تو مثلث بی اچ سی، مثلث بزرگه. وقتی براش می نویسیم میشه آ دو برابر سی سینوس آ دو، اینجا میشه به منهای سی کوسینوس آ. محاسبه که انجام میدم بچه ها تموم میشه، در نهایت دوباره می رسیم به همون فرمول. حالا خوب دقت کن اینجا رو، این فرمولی که نوشتیم فرمول ثابتیه دیگه برای کوسینوس ها، فرقی نمی کنه چه مثلث حاد و زاویه باشه چه مثلث منفرج زاویه باشه، تفاوتی نداره. منتها اگر زاویه آ منفرجه باشه اون وقت کوسینوس آ یه عدد منفی در میاد که اون منفیه میره این پشت اینو میکنه مثبت، بعد ضلع آ بزرگتر میشه. منطقی هم هست، هرچی زاویه بزرگتر باشه ضلع روبرو به اون چی میشه؟ بزرگتر میشه. پس منطقیه که اگر کوسینوس آ زاویهش منفرجه باشه مقدار ضلع آمون که روبرو به زاویه آ هست باید بزرگتر در بیاد، که دقیقا همین اتفاق میفته. و در حالت سوم اگر زاویه آ 90 درجه باشه، بچه کافیه تو همین فرمول آخر جای آ بذاریم 90 درجه، دقیقا میرسیم به فرمول چی؟ فرمول فیثاغورس. رابطه معروف فیثاغورس اینجا به دست میاد، شما کافیه جای زاویه آ بذارید 90 درجه، این کلا میشه 0، آ دو برابر میشه به دو علاوه سی دو. در نتیجه جمع‌بندی قضیه کوسینوس به چه صورتیه؟ خوب دقت کنید اینجا رو. اگر زاویه آ باشه آلفا،
A2 یعنی ضلع روبرو به زاویه آلفا برابر است با B2 به علاوه C2 منهای 2 به 3 کوسینوس زاویه بینش یعنی آلفا. C2 برابر چی میشه؟ C رو نگاه کنید روبروش چیه؟ روبروش به زاویه گاما هستش، میشه A2 به علاوه B2 منهای 2 تا A به کوسینوس گاما و به همین ترتیب برای B2 هم میتونیم این رابطه رو بنویسیم. این رابطه کی استفاده میشه؟ زمانی که شما اضلاع مثلث روبرو به هم یعنی متفاوت باشن، نتونیم از قضیه سینوس ها از اون نسبت اضلاع به زاویه ها استفاده کنیم. در واقع حالتی هستش که زاویه یه دونه بیشتر وجود نداره تو مثلث و دو تا ضلع هم وجود داره. اگر یه زاویه داشته باشیم با دو تا ضلع که نتونیم داره از تناسب سینوسی استفاده بکنیم، قطعا قضیه کوسینوس به شما کمک میکنه. اثباتش خیلی مهمه، میتونه تو امتحانات پایان ترمتون یکی از این حالتاش بیاد که خب حالتی که زاویه ها دست خیلی بیشتر احتمالش هست که تو سوالا مطرح بشه. بریم مثال حل کنیم با هم. دوچرخ سوار آ با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت و دوچرخ سوار B با سرعت 25 کیلومتر در ساعت از ابتدای یک تقاطع مطابق شکل زیر با زاویه 60 درجه طبق شکل از همدیگه دور میشن. پس یکیشون با سرعت 30 تا یکی با سرعت 25 تا از همدیگه دور میشن. نتیجه بعد از دو ساعت چند کیلومتر طی کردن؟ قطعا بچه‌ها وقتی که یه دوچرخه سواری 30 کیلومتر در ساعت سرعتش باشه، بعد دو ساعت میشه 60 کیلومتر دیگه. یعنی دوچرخه سوار آ 60 کیلومتر دور شده، دوچرخه سوار B 50 کیلومتر دور شده. پس این شکل رو به این صورت میتونیم نشون بدیم. دوچرخه سوار آ 60 کیلومتر طی کرده، دوچرخه سوار B 50 کیلومتر طی کرده. رسیدن به دو تا نقطه خاص. میخواد بگه فاصله شون الان چقدره. زمانی که شما بعد دو ساعت از یه تقاطعی از همدیگه دور میشید، در نهایت چه فاصله‌ای با همدیگه پیدا میکنید؟ قضیه خیلی ساده شد. شما یک زاویه دارید اینجا، یک ضلع به روبروش رو میخوای پیدا کنی، دوتا ضلع کناری هم داری، مجبوری قضیه کوسینوس رو براش استفاده کنی. پس رابطه میشه x به توان 2 برابر با 60 به توان 2 به علاوه 50 به توان 2 منهای 2 برابر 60 ضرب در 50 ضرب در کوسینوس 60 درجه. 60 به توان 2 میشه 3600. 50 به توان 2 میشه 2500. 2 برابر 60 در اولا کوسینوس 60 درجه میشه 1 دوم. این 1 دوم با این 2 پشت میره، یه منهای 3000 میمونه. 6 تا 60 تا 50 تا میشه 3000 تا. حساب میکنیم یه 600 تا به 2500 اضافه بکنیم، جوابش میشه 3100. پس x برابر میشه با رادیکال 3100 یا 10 رادیکال 31. بچه ها 31 اگه حساب بکنیم تقریبا میشه 5 و 6 دهم یا 5 و 7 دهم، یه همچین حدودایی. ضرب در 10 بشه تقریبا 57 کیلومتر با هم فاصله خواهند داشت. تقریبا 57 کیلومتر با هم دیگه فاصله خواهند داشت. البته خب زاویه شون بیشتر نمیتونه، زاویه شون چون 60 درجه است این کوچیک‌تر شده. اگه مثلا با زاویه 120 درجه از هم دور می‌شدن اتفاق جالبی می‌افتاد. اگه با زاویه 120 درجه از هم دور می‌شدن، اینجا کوسینوس 120 درجه می‌شد منفی 1 دوم. اون وقت این منفی با این منفی می‌شد مثبت، اون وقت این 3000 باهاش جمع می‌شد. بعد فاصله شون خیلی بیشتر می‌شد. این زاویه خیلی مهمه، پس حواسمون باشه. تمرین بعدی. در مثلث ABC ضلع AB، من AB رو میگیرم C، زاویه A 60 درجه، ضلع C هم برابر با رادیکال 6. این در واقع ضلع B بچه ها. چرا؟ چون ضلع C رو اینجا داریم، این ضلع B میشه. ضلع B میشه رادیکال 6 منهای 2. گفته اندازه ضلع BC یعنی A چی میشه؟ زاویه A هم چقدره؟ 60. دوباره مثل مثال قبلیه، هیچ فرقی نمیکنه. عین مثال قبلی دوباره چیکار میکنیم؟ حلش میکنیم. این دفعه زاویه 60 درجه است، حساب میکنیم، میگیم A2 مساوی با
ب دو به علاوه سی دو منهای دو تا ب سه کوسینوس آ قرار میدیم داخلش میشه آ دو برابر با بی به توان دو میشه رادیکال 6 منهای رادیکال 2 به توان 2 به علاوه 30 به توان 2 میشه رادیکال 6 برابر رادیکال 2 به توان 2 منهای 2 برابر رادیکال 6 منهای رادیکال 2 در رادیکال 6 به علاوه رادیکال 2 در کوسینوس 60 درجه. خب اینا اتحاده بچه، رادیکال 6 به رادیکال 2 جمع بشه میشه 6 و 2 میشه 8، منفی و مثبتش هم با هم دیگه میره، پس از این 8 میمونه، از اینم 8 میمونه، این دوتا هم که اتحاد مزدوجه میشه 6 منهای 2 میشه 4، 2 هم که با اون میره یه منهای 4 هم اینجا اضافه میشه بهش، نتیجه آ 2 برابر میشه با 12، از اینجا آ برابر میشه با رادیکال 12 یا 2 رادیکال 3، پس ضلع سوم جوابش به دست میاد 2 رادیکال 3. دقت کنید بچه ها، اتحاد مربع کامل داریم، دو تام داریم، چون علامت بینشون قرینه است، اون دو برابر ضرب اولی در دومی با هم دیگه میره، پس یه دونه 6 به توان 2 میشه رادیکال 6 به توان 2 رادیکال 2 به توان 2 دو بار حساب میشه که 2 تا 8 به شما میده، این 2 اینجا با یه دوم کوسینوس 60 درجه میره، این دو تام اتحاد مزدوج میشن، 6 منهای 2 میشه 4، ازش 4 تا کم میکنی و در نهایت مسئله حل میشه. حالا در صورتی که این زاویه 120 درجه میشد، این منهای 4 میشد به علاوه 4، پس فاصله شون بیشتر میشد، در نتیجه ضلع سوم بزرگتر میشد. از قضیه کوسینوسا میتونیم برای تعیین نوع مثلث استفاده کنیم. به شما سه تا ضلع میدن اینجوری 9 6 10، میگه این مثلث قائم و زاویه است، حاد و زاویه است یا منفرج و زاویه، از کجا تشخیص میدید؟ از کجا تشخیص میدید که این اتفاق میفته؟ بچه‌ها این تکنیک جالب میخوام بهتون بگم، خوب گوش کنید اینجا رو. قضیه فیثاغورس رو همتون میدونید، ما می‌نویسیم ضلع بزرگتر، اینو دقت کن، ضلع بزرگتر به توان 2، علامت مربع میذارم اینجا، اینجا می‌نویسم ضلع متوسط به توان 2 به علاوه ضلع کوچیک به توان 2. خب اینجا یک نمادی ما داریم، اگر ضلع بزرگتر به توان 2 اسمش بذارم آ، علامت مربع بیاد اینجا، اینجا بشه بی 2، اینم بشه سی 2، اگه ضلع بزرگتر به توان 2 از مجموع دو ضلع دیگه بزرگتر باشه، این میشه منفرج زاویه. اگر آ 2 مساوی باشه با ب 2 به علاوه سی 2، این میشه قائم زاویه که معروفه، و اگر آ 2 کوچیکتر باشه از بی 2 به علاوه سی 2، این میشه حاد و زاویه. یعنی نمیخواد بریم فرمول کوسینوس رو براش بنویسیم، همینجوری راحت تکنیکی حلش میکنیم. نگاه کنیم بچه ها چقدر ساده، آقا به سه که 9، آسه که 6، آبه 10، پس این ضلع بزرگه میشه، 10 به توان 2 مربع اینجا میاد، 6 به توان 2 به علاوه 9 به توان 2، نتیجه آقا 9 به توان 2 میشه 81، 6 به توان 2 میشه 36، این بر 100، پس این کوچیکتره، نتیجه حالت چندم اتفاق افتاد؟ سوم، حاد و زاویه. تموم شد، خیلی ساده. بریم بعدی، 8 4 9، 9 به توان 2 مربع، 4 به توان 2، 8 به توان 2، 9 به توان 2 میشه 81، 8 به توان 2 میشه 64، 64 با 16 قطعا 81 نمیشه، نتیجه این بزرگتر میشه، این میشه منفرج زاویه. و آخری عدد فیثاغورسی از بزرگ 17، 17 به توان 2 مربع، 15 به توان 2، 8 به توان 2، 289 مربع، 225 به علاوه 64، بچه ها با هم دیگه مساوی هن، نتیجه قائم زاویه. ببینید چقدر ساده میتونیم با استفاده از یک نامساوی نوع مثلث رو تشخیص بدیم.
این حالا ناشی از کجا میشه؟ این دقیقا برمیگرده به فرمول کوسینوس ها. زمانی که شما فرمول کوسینوس ها رو مینویسید، عدد گذاری میکنین، اون کوسینوس آ تعیین کننده میشه برامون، مشخص میکنه که کدوم قسمت تساوی از اون قسمت چیه بزرگتره. ولی ما نیازی به این کار نداریم، کافی نامساوی ها رو به این صورت تو ذهنتون بسپارید. نتیجه کاربرد قضیه کوسینوس ها این ستا رابطه هست که براتون نوشتیم. این هم مثالی که مربوط بهش بود. مثال جالبی داریم اینجا، میتونه سوال امتحانی باشه، سوال کتاب هم هست، دقت کنید. گفته در مثلث متساوی الاضلاع، اسم متساوی الاضلاع که میاد باید سراغ زاویه های 60 درجه بریم و اضلاع برابر. همونطور که میبینید AB و AC و BC همه ضلعاش 8ه، زاویه A و B و C هم همه 60 درجه هن. پس اینو تو ذهنمون داشته باشیم، بریم ببینیم سوال چی گفته. گفته که نقطه D به فاصله 7 واحد از رأس قرار دارد. یعنی چی؟ یعنی AD 7ه. از B، این نقطه D از B و C چه فاصله ای داره؟ پس باید X رو پیدا کنیم. خوب گوش کن اینجا رو. این زاویه B بچه ها چقدره؟ خودمون میدونیم 60 درجه است. من الان زاویه B رو دارم، ضلع روبرو به زاویه B میشه 7. پس تو مثلث ABD قضیه چی می نویسم؟ قضیه کوسینوس ها رو می نویسم. ببینیم چی میشه. ضلع روبرو به زاویه 60 درجه چنده؟ 7 میشه 7 به توان 2 مساوی با 8 به توان 2 به علاوه x به توان 2 منهای 2 ضرب در 8 ضرب در x ضرب در کوسینوس 60 درجه. این دفعه بچه ها یک معادله درجه 2 باید حل کنید تا مقدار x رو پیدا کنید. وقتی x پیدا بشه خود به خود dc هم به دست میاد و این قسمت مسئله حل میشه. ببینیم چجوری حل میکنیم. 7 به توان 2 میشه 49، منهای 8 بدیم میشه 64 مساوی با اینجا میشه x2. این 2 با کوسینوس 60 درجه میره، اینجا منهای 8x میمونه. خب 49 منهای 64 چقدر میشه؟ میشه 15. نتیجه میشه x2 منهای 8x 15 میره و میشه به علاوه 15 شده چند؟ 0. بچه ها این حلش بکنیم چه جوابی به دست میاد؟ خوب دقت کنیم، خیلی ساده. یه x منهای 3 میشه در x منهای 5. از اینجا x برابر میشه با 3 و x برابر میشه با 5. حالا شما بگید به من، چون مقدار d به b نزدیکتره پس این ور میشه 3، نتیجه بده میشه چند؟ بده میشه 5. خب اگر بیدی برابر 5 باشه، در واقع دیسی برابر 5 باشه، اینم برابر 5 باشه، این زاویه میشه 60 درجه. بچه ها دو تا ضلعی که یک زاویه بین 60 درجه است، مقدار ایگرکش چی میتونه باشه به نظر شما؟ مقدار ایگرکش چی میتونه باشه؟ حساب کنیم. من برای اینکه بتونم زاویه آلفا رو پیدا بکنم نیاز دارم که ضلع ایگرگ رو به دست بیارم. ضلع ایگرگ رو بخوام به دست بیارم چجوری به دست میاد؟ خیلی ساده قضیه کوسینوس ها رو براش مینویسم. بچه‌ها من این زاویه ها رو نمیدونم چنده، این زاویه ای و این زاویه نمیدونیم چنده. اگر مقدار ایگرگ شما عدد 5 در اومد، بعد ببینیم چی در میاد. این عدد مهمه چی در میاد. اگر دو تا ضلع مثلثی برابر 5 باشن، زاویه بینشون هم 60 درجه باشه، آیا شما قبول میکنید که این مثلث مثلث متساوی الاضلاع هست یا نه؟ قطعا هست بچه ها. چرا شک میکنید؟ علتش چیه؟ علت اینه که اولا این مثلث CED یک مثلث متساوی الساقین اول، متساوی الساقین یعنی این ضلع با این ضلع برابره. پس زاویه ایه که اینجا با زاویه دیه که اینجا با همدیگه برابر میشه. وقتی زاویه رست 60ه پس این دوتا هم 60 میشه دیگه. پس قاعدتا ایگرگ چند هم میاد؟ ایگرگ هم میاد 5. پس مقدار ایگرگمون 5 میشه. چرا؟ چون مثلث ای دی سی متساوی
ساقین است و چون زاویه رأس برابر 60 است پس مثلث متساوی الاضلاع است. خیلی ساده. خیلی خوب. آقا ایگرگ شده 5، این زاویه پس میشه 60 درجه. پس این زاویه آلفا چقدر میشه؟ قطعا میشه 120 درجه. مسئله حل شد. درست شد؟ نقطه ای به فاصله 5 واحد از سی قرار دارد. از دی به چه فاصله ایه؟ خب حساب کردیم. ایگرگمون هم شد 5. زاویه AED هم برابر میشه با 120 درجه. چون مثلثی که اینجا ایجاد شده مثلث متساوی الاضلاعه. پس بچه ها فقط یه دونه تکنیک داشت. اونم چی بود؟ قضیه کوسینوسا بود که بعد این مقدار X رو به دست می آورد. بسیار خوب. بریم سال بعدی. گفته که یک شرکت کاشی‌سازی کاشی‌هایی به شکل 6 ضلعی ساخته با ضلع 10. پس هر ضلعمون بچه برابر با 10 هستش. این شرکت برای انجام کاشیکاری مکانی این کاشی‌ها رو به 3 قسمت شامل مثلث و یک قسمت مستطیلی برش داده. همونطور که می‌بینید 2 قسمت مثلثی داریم، 1 قسمت مستطیلی داریم. گفته که محیط هر کاشی مثلثی چقدره؟ یعنی شما باید محیط چی رو پیدا کنید؟ محیط مثلث ABC رو باید پیدا کنید. خب میدونیم که آمون 10ه، اینم آمون 10ه. توی 6 ضلعی زاویه آ چقدره؟ زاویه آ 120 درجه است. پس طبق قضیه کوسینوسا BC رو میتونیم پیدا کنیم. BC به توان 2 برابر میشه با آ2 به علاوه آ2 منهای 2 تا آ در آ در کوسینوس 120 درجه. BC به توان 2 که میخوام، آ2 که میشه 10 میشه 100، اینم میشه 100، اینم میشه منهای 2 ضرب در 100 ضرب در منفی 1 دوم. چرا منفی 1 دوم؟ چون کوسینوس 120 درجه است. این منفی 1 دوم با این 2 که با هم جمع بشه 3 تا 100 به شما میده. پس BC به توان 2 میشه 300. نتیجه مقدار BC میشه 10 رادیکال 3. بچه‌ها 10 رادیکال 3 میشه ضلع سوم. نتیجه محیط مثلث چی میشه؟ محیط میشه 10 به علاوه 10 به علاوه 10 رادیکال 3 که جواب میشه 10 در 2 به علاوه رادیکال 3. اگه 10 فاکتور بگیریم به این صورت به دست میاد. حالا میتونی رادیکال 3 رو مثلا بگی 1 و 7 دهم. 1 و 7 دهم با 2 جمع بشه میشه 3 و 7 دهم. 3 و 7 دهم ضرب بر 10 میشه 37. من محیط هر مثلث تقریبا 37 میتونه باشه. این هم از کاربرد قضیه کوسینوسا. بریم ببینیم مثال بعدی چی گفته. یک کشتی از یک نقطه با سرعت 60 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه. این کشتی شما در یک جهتی 60 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه. بعد از یک ساعت با سی درجه انحراف به راست، یعنی داشته میرفت حالا 30 درجه انحراف، پس این زاویه 30 درجه است، با سرعت 40 کیلومتر حرکت میکنه و یک ساعت و نیم پس از آغاز حرکتش، خوب دقت کن، یک ساعت و نیم پس از آغاز حرکتش میرسه به بندرگاه. بندرگاه اینجاست. میخواد بگه فاصله کشتی تا بندرگاه در حالت اول چقدر بوده. حالا اولا زمانی که شما سرعت رو داری حساب میکنی یک ساعت و ببینی مسافت چقدر طی میکنه. وقتی شما 60 کیلومتر در ساعت داری میری و یک ساعت بعدش قطعا 60 کیلومتر رفتی جلو دیگه. پس اگه من اینو شبیه سازی بکنم به این صورت، این میشه 60 تا. با سرعت 60 تا یک ساعت رفته 60 تا رفته جلو. حالا
اینجا بچه ها با سرعت 40 کیلومتر نیم ساعت حرکت کرده. خوب گوش کن، چون گفته از لحظه شروع تا نقطه پایان یک ساعت و نیم طول کشیده. یک ساعت و چی که اینجا طی کرده، پس بعثه رو با چه مسافتی در چه در واقع زمانی طی کرده؟ در زمان نیم ساعت. نتیجه مسافتی که طی میکنه میشه 40 ضرب در 1/2 که جواب میشه 20. یعنی 20 کیلومتر حرکت کرده اینجا، پس به 3 میشه 20. ننویسی 40، 40 سرعتشه، اما مسافتی که طی کرده مهمه. مسافت اگه دقت بکنید گفته که یک ساعت و نیم بعد، یک ساعت و نیم، پس یک ساعتش رو از آ تا ب طی کرده که خودش گفته بود، پس نیم ساعت بعدی رو روی با سرعت 40 کیلومتر حرکت کرده. حالا از شما گفته که آسه چقدره، مقدار آسه رو گفته پیدا کنید. بچه ها این زاویه خب این 30 درجه بوده، پس این زاویه چقدر میشه؟ میشه 150 درجه. پس کوسینوس زاویه B رو داریم 150 درجه. میریم مقدار x رو توش به دست بیاریم که همون آسه هستش. پس میشه x2 برابر با 60 به توان 2 به علاوه 20 به توان 2 منهای 2 ضرب در 60 ضرب در 20 ضرب در کوسینوس 150 درجه. 60 به توان 2 میشه 3600. به علاوه 20 به توان 2 میشه 400. بچه ها کوسینوس 150 درجه میشه منفی رادیکال 3/2. اون منفی با این منفی 2 میره، میشه به علاوه 1200 رادیکال 3. خب 3600 با 400 میشه 4000 تا، به علاوه 1200 در رادیکال 3 اگه ضرب بشه میشه 1200 ضرب در تقریبا 1.7 میشه 120 تا 17 تا، یا 12 تا 17 تا حساب بکنیم. 12 تا 17 تا حساب میکنیم، میشه 4 0 2، میشه 204. پس میشه 4000 به علاوه 2040، در واقع 120 تا 17 تا میشه. من 12 تا 17 تا رو که حساب کردم میشه 84 تا، اینم 12 تا میشه 1 که 0 میاد و اینم 10 درست میشه. پس جواب میشه 20000 و 2040. نتیجه مقدار x2 برابر میشه با رادیکال 6040. حالا 6040 جذرش باید ببینیم که چقدر میشه. اگه جذرش رو بخوایم حساب بکنیم حدودا میشه 78 تقریبا 78 کیلومتر فاصله ایجاد شده بینشون. بچه ها این 60 بوده، این 40 بوده، اما به دلیل زاویه 150 درجه ای که ایجاد کرده بود این فاصله کشت بندرگاه زیادتر شد. اگر این زاویه کوچیک‌تر بود جواب ما قطعا بین این دوتا در می اومد. اینم از سوال خواسته شده. بریم سراغ تمرین بعدی. در مثلث ABC با اضلاع AB، AC و BC طول هر سه میانه را حساب کنید. یه رابطه برای میانه ها داریم بچه ها. میانه ها ببینید، اگر شما یک مثلث داشته باشید، خب اگر یک مثلث داشته باشید اینجا، مثلا مثلث ABC، من اگه میانه AM رو رسم بکنم، این میانه AM، خب AM چیکار میکنه؟ اولا دقت کنید، من میانه AM، چون این ضلع اسمش میشه ضلع A، این ضلع میشه B، این ضلع میشه C، میام به جای این که بگم AM میگم MA. یعنی وقتی می نویسم MA منظور طول میانه وارد بر ضلع BC هستش که از رأس A ترسیم میشه. پس MA میشه میانه‌ای که از رأس A بر ضلع A رسم میشه. این رابطه را که دقت بکنید A2 B2، خوب دقت کن، ضلع A ضلع B، اما میانه C رو داریم اینجا. یعنی یک طرف تساوی خانواده C هستن، یک طرف تساوی خانواده دیگه.
دوباره اینجا نگاه کنید، یک طرف تساوی خانواده بی هست. خانواده بی چیه؟ دو برابر ام بی به توان دو به علاوه بی دو دوم. بیایید فقط جاگذاری کنید. ببین مثلا آبمون هستش سی، آسمون هستش بی، بسمون هستش آ. مثلا میخوای بیای مثلا میانه ام آ رو به دست بیاری. برای ام آ چیکار میکنی؟ بی و سی رو داری چقدر؟ بی رو داری 15، میشه 15 به توان 2، به علاوه سی رو داری 8، 8 به توان 2 میشه 2 تا ام آ به توان 2، به علاوه آ 2 چقدره؟ 17 به توان 2 تقسیم بر 2. از این رابطه میتونی چیکار کنی؟ میتونی مقدار ام آ رو به دست بیاری. به چه صورت؟ 15 به توان 2 به علاوه 8 به توان 2 میشه 289، برابر میشه با 2 تا ام آ به توان 2 به علاوه 289 دوم. از اینجا 289 دوم میاد این ور، میشه 289 منهای 289 دوم برابر میشه با 2 تا ام آ به توان 2. اینه که خلاصش بکنیم میشه 289 دوم برابر میشه با 2 تا ام آ به توان 2. از اینجا نتیجه میگیریم که ام آ به توان 2 برابر میشه با 289 چهارم. ازش جذر بگیری نتیجه ام آ به دست میاد، ام آ برابر میشه با 17 دوم. و همینطور میتونیم چیکار کنیم؟ میانه های دیگر هم به دست بیارید. یه نکته جالب به دست اومد بچه ها. ببینید اعدادی که به شما داده تو مسئله اعداد فیثاغورسی هست. یعنی چی؟ یعنی رابطه فیثاغورس روش سواره. 17 به توان 2 برابر میشه با 15 به توان 2 برابر 8 به توان 2. اما جواب چی به دست اومده؟ جواب به دست اومده ام آ شده 17 دوم، یعنی نصف وتر. پس نکته چی میشه اینجا؟ نکته میانه وارد بر وتر نصف وتر است. یعنی اگر شما مثلث قائم و زاویه داشته باشید به این صورت و بیایید میانه وارد بر وترش رو ترسیم بکنید به این صورت، زاویه 90 درجه A B C، این سه تا با هم برابرن. چرا؟ آقا محل برخورد خیلی جالبه، محل برخورد میانه آم با ضلع B C که وتره مرکز دایره محیطیه. چرا؟ چون الان آم و ام سی و ام بی نقش شعاع رو دارن بازی میکنن، پس نقطه ام میشه مرکز دایره محیطی. به همین دلیله که میگیم آم همیشه نصف در واقع وتر میشه و مثلثایی که اینجا ایجاد میشه مثلث متساوی الساقینه. این نکته میتونه خیلی تو حل مسائل به شما کمک بکنه. من دیگه بقیهش رو حساب نمی کنم چون خیلی ساده، فقط عددگذاری انجام میدیم. فقط این نکترش خواستم بهتون بگم که اعدادی که به شما دادن اعداد فیثاغورسی هستند. بریم سراغ سوال بعدی. گفته در مثلث های ABC زاویه A برابر 45 درجه است. در مثلث های ABC دقیقا نگفته چند چه مدل مثلثیه، نمیدونیم. زاویه A برابر 45. از طرفی رادیکال 3 برابر A و رادیکال 2 برابر B با هم دیگه چی هم مساوی هن. تمام زاویه های این مثلث حاده نیستند. یعنی این مثلث یه زاویه چی داره؟ منفرجه داره. گفته زاویه C چند درجه میتونه باشه؟ خب دقت کن اینجا رو. ما الان رابطه رو داریم. چرا؟ این رابطه رو خب ما میتونیم استفاده کنیم به خاطر اینکه زاویه A رو داریم، نسبت A و B هم داریم، پس زاویه B میتونه به دست بیاد. بیان جایگذاری کنیم. رادیکال CA مساوی با رادیکال 2B. اگه طرفه به توان 2 برسه نتیجه میگیریم که CA مساوی با 2B هستش. درست شد؟ پس میتونم جای A چی بنویسم؟ به جای A بنویسم 2/3 B. پس جای A میذارم 2/3 B. سینوس آ چقدره؟ 45 درجه. می نویسم 2/3 B بر روی سینوس 45 درجه مساوی با B
بر روی سینوس چی؟ بی. از اینجا بی با بی میره، نتیجه دو سوم بر روی رادیکال دو دوم شده یک بر روی سینوس بی، میشه چهار بر روی سه رادیکال دو، که به این صورت میشه چهار بر روی سه رادیکال دو مساوی شده با یک بر روی سینوس چی؟ بی. اگه طرفین رو معکوس بکنیم سینوس بی به دست میاد، سه رادیکال دو بر روی چهار، سینوس بی میشه سه رادیکال دو بر روی چهار. من البته فکر میکنم که بچه رادیکالش باید برداشته بشه، این رادیکالی که اینجا هست برای سه و دو فقط میتونه باشه، یعنی چون اینجوری باشه مقداری خطا داره، این به این صورته، رادیکال سه، رادیکال سه دیگه نیازی به توان دو نداشت، نیازی به این دیگه نداریم. خب اینجا رادیکال، اینجا آ به دست میاد، مقدار آ میشه رادیکال دو بر روی رادیکال سه، این رادیکال بچه باید کوچیکش بکنید، این رادیکال اینجا فقط مال بیه، مال دوه، این هم فقط مال چنده؟ فقط مال سه هستش. خب جای آ میذارم چقدر پس؟ پس میذارم رادیکال دو بر روی رادیکال سه، رادیکال دو بر روی رادیکال سه، رابطه ها درسته، اینجا فقط رادیکال دو بر روی رادیکال سه قرار میگیره، دور در دور، نزدیک نزدیک انجام بدیم، میشه دو رادیکال دو بر روی رادیکال سه ضرب در رادیکال دو، سادش که بکنیم جا به جا که انجام بدیم میشه به این صورت، میشه رادیکال سه ضرب در رادیکال دو، پایین هم میشه دو رادیکال دو، رادیکال دو با رادیکال دو میره، میشه رادیکال سه دوم، رادیکال سه دوم میشه سینوس بی. پس زاویه بیمون بچه ها برابر چقدر میشه؟ برابر میشه با 60 درجه یا 120 درجه. حالا اگر سینوس بی رو شما بگیری 60 درجه، خوب گوش کن، زاویه آ چقدر بوده؟ 45 درجه. پس اینجا دو حالت در نظر میگیریم، حالت یک زاویه آ برابر 45 درجه، زاویه بی برابر میشه با 60 درجه، پس زاویه سی برابر میشه با 75 درجه. بچه ها تو این حالت اصلا مثلث زاویه منفرجه نداره، نتیجه پس ب نمیتونه 60 درجه باشه، ب باید چند باشه؟ 120 درجه باشه. حساب میکنیم آ برابر میشه با 45 درجه، زاویه بی برابر میشه با 120 درجه میشه 165 درجه، و زاویه سی برابر میشه با 15 درجه. حالا این زاویه درست در میاد، چون خود سوال گفته بوده که این مثلث زاویه حاده نداره، زاویه سی چند درجه است؟ زاویه سی میشه 15 درجه. خوب دقت کنید، اگر سینوس یک زاویه‌ای به شما عددی داد، ما برای سینوس دو تا زاویه داریم، علتش اینه که سینوس اگر منفرجه باشه یا حاده باشه مقدار علامتش فرقی نمیکنه، سینوس 60 درجه با سینوس 120 درجه با هم برابره از نظر عددی، اما فقط زاویه ها باز و زاویه های بسته در واقع یا زاویه حاده و منفرجه به شما میده. پس حواستون باشه به سوال که دقیقاً چی از شما خواسته. بریم سوال بعدی. گفته که درختی به طول 13 متر روی یک تپه قرار داره، علی پایین تپه دراز کشیده، اینجا در حالتی که داره درخت رو تماشا میکنه، پای درخت رو این پایین رو با زاویه 30 درجه میبینه، پس این زاویه میشه 30 درجه. اگه بخوایم یک نمای در واقع شماتیک ازش داشته باشیم، یه همچین چیزی داریم، این زاویه 30 درجه است، این زاویه 23 درجه است، اینجا تپه داریم
اینجا درخت داریم به طول 13 متر. اینم علیه که تا پای درخت، حالا تا پای تپه یه فاصله ای داره. گفته که علی از پای درخت، از در واقع پای تپه، اگر او پای درخت رو با زاویه 30 درجه ببینه، این زاویه 30 درجه شده، می‌نویسم اینجا این پای درخته، و نوک درخت با زاویه 53 درجه ببینه، یعنی نوک درخت که اینجا میشه با زاویه 53، پس این میشه 23، کلش میشه 53 درجه. ارتفاع تپه چند متره؟ از شما اینو خواسته. ارتفاع تپه چند متر میتونه باشه؟ ببینیم چجوری میتونیم سوال حل کنیم. اولا اگر زاویه دید کلی اینجا بشه 53 درجه، پس این زاویه که این بالا وجود داره میشه 37 درجه. ما از شما در واقع اینم اسمش میذاریم ایگرک، یا حالا نخواستیم ببینیم چه رابطه‌ای بین x میتونیم داشته باشیم. اولا شما تو مثلث بالا اگه مثلث رو نامگذاری کنیم، مثلث ABCD، توی مثلث ABC خوب دقت کن، ABC ما دو تا زاویه داریم، یکیش روبرو به 13ه، یکیش روبرو به 37ه که AC هستش. میام قضیه سینوسا رو براش می‌نویسیم. پس تو مثلث ABC داریم سینوس 23 درجه به روی 13 مساویه با سینوس 37 درجه به روی AC. این است. خب الان AC میتونه اینجا مقدارش به دست بیاد. دقت کنید سینوس 23 درجه چنده بچه ها؟ 29. این 39 در واقع، اینجا اینو بکنیدش 39، مقدار عددیشو، این 39 صدومه. برای اینکه عدد روند به دست بیاد این کار انجام میدیم. پس سینوس 23 درجه رو می‌نویسیم 39 صدم بر روی 13 مساویه با سینوس 37 درجه چنده؟ 6 دهم. بر روی چی؟ بر روی AC. با یک طرف این وسطه این ضلع AC به دست میاد. درسته؟ ببینیم AC چقدر میشه. خب اگه دقت بکنیم بچه‌ها 39 صدم با 13 اینجا میشه 3 صدم ضرب در 13 تقسیم بر 13 مساویه با 6 دهم بر روی AC. 13 با 13 بالا میره، 1 دهم ممیز میخوره، اینجا جای AC رو با 3 صدم عوض میکنیم، AC برابر میشه با 6 دهم بر روی 3 صدم. بچه ها 6 دهم بر روی 3 صدم میشه 20، سادش که بکنی میشه 20. نتیجه AC برابر با 20 شده. حالا زاویه‌ای که من دارم میبینم 30 درجه است، مگه سینوس 30 درجه نمیشه ضلع مقابل بر وتر؟ پس مینویسیم سینوس 30 درجه میشه x، یعنی همون ارتفاع تپه بر روی وتر. سینوس 30 درجه چقدر بچه ها؟ 1/2. نتیجه x به دست میاد 20 ضرب در 1/2 که طول تپه به دست میاد 10 متر. پس این تپه ارتفاعش 10 متر بوده، یه درخت 13 متری هم روش رفته، کل شده 23 متر، و زاویه دید به این صورت به ما کمک کرد که بتونیم ارتفاع تپه رو به دست بیاریم. ممکن بود حالا سوال طور دیگه این مطرح بشه، ارتفاع تپه رو به شما بده، ارتفاع درخت رو از شما بخواد. میتونه مسائل حتی از این سخت‌تر هم باشه، حالا محاسباتش پیچیده‌تر میشه، تغییر رابطه‌ها و تغییر مجهولای متفاوت داره، که حالا نیازی نیست فعلا بخوایم روی اون قسمت رو کار کنیم، در همین حد کافیه. سوال بعدی گفته با 3 چوب به ابعاد 3 5 7 یک پنجره مثلثی ساختیم، بزرگترین زاویه این پنجره کجاست؟ آقا بزرگترین زاویه پنجره روبروی بزرگترین ضلعه، ضلع بزرگ کدوم الان؟ 7ه. پس اینو میگیریم آ به عنوان زاویه کوچکتر،
نتیجه قضیه کسینوس ها رو براش می نویسیم. می نویسیم به س به توان دو برابر با آس به توان دو به علاوه آب به توان دو منهای دو تا آس در آب در کسینوس آ. مقادیر عددی رو قرار میدیم داخلش، میشه 49 برابر میشه با 25 به علاوه 9 منهای 2 ضرب در 5 ضرب در 3 ضرب در کسینوس زاویهش. 25 با 9 که جمع بشه میشه 34، 34 میاد این ور از 49 کم بشه میشه 15 برابر میشه با منفی 2 ضرب در 5 ضرب در 3 ضرب در کسینوس آ. خب 3 با 15 ساده میشه، 15 با این میره، نتیجه کسینوس آ برابر میشه با منفی 1/2. بچه ها چه زاویه کسینوسش منفی میشه؟ قطعا زاویه آ باید زاویه منفرجه باشه. خب پس آ به دست میاد عدد 120، چون کسینوس 120 درجه میشه منفی 1/2. پس زاویه آ 120 درجه هست، بزرگترین زاویه‌ای که توی این پنجره وجود داشت. سال بعدی، در مثلث ABC زاویه C برابر 120 درجه است. گفته حاصل عبارت زیر چی میشه؟ خب اگه زاویه C 120 درجه باشه، طبق قضیه کسینوس ها ما داریم C2 برابر با A2 به علاوه B2 منهای 2 تا AB کسینوس چند؟ 120 درجه. از اینجا C2 برابر میشه با، خوب دقت کنین، میام به جای C2 تو رابطه بالا اینو قرار میدم. پس می نویسیم A2 به علاوه B2 منهای پرانتز باز A2 به علاوه B2 منهای 2 تا AB ضرب در منفی 1/2 که همون کسینوس 120 درجه است، تقسیم بر 4 تا AB. بچه ها منها اثر میکنه داخل پرانتز، منهای آدو میشه منهای بدو میشه، با این آدو بدو این بچه میشه میره. یه 120 درجه اینجا داریم که با این چیکار میکنه؟ ضرب میشه میشه مثبت، یه منها میره پشتش، جواب میشه منفی آبه بر روی 4 تا آبه که حاصل میشه منفی 1/4. خوب دقت کنید 120 درجه خودش منها درست میکنه، منها در این منهای فرمول میشه مثبت، یه منها داره تو کلش ضرب میشه میشه منفی، پس بالا میمونه منفی آبه، پایینم میمونه 4 تا آبه که این نسبت برابر میشه با منفی 1/4. بستگی به زاویه C داشت، اگه زاویه C مون 60 درجه بود اون وقت اینجا میشد 1/4 جواب، علامتش عوض میشد. بسیار خوب، درس دوم همینجا تموم میشه، قضیه کسینوس ها مسائلش رو با هم حل کردیم، انشالله جلسه بعدی وارد قضیه نیمساز ها و روابط مربوط به اون خواهیم شد. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار. من واسه این کار زاده شدم، من این بار آماده شدم، من واسه این کار ساخته شدم، من بی تو